أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى مفعول لأجله منصوبة هدى للناس يعني لأجل الهداية شمار خلق کردم که من شما را هدایت کنم شما هم دیگری را هدایت کنین هدن للناس که در هفته گذشته خواندم که این هدایت عام در تمام شؤوناتی که به زندگانی انسان مربوط میشه و به بهترین وجه آدم زندگانی میتوانه این هدن اور شامل میشه نماز خواندن و عبادت یک جزئی هدایت تشریعی عام و بینات من الهدا وای سرمایه بزرگ امین جیه دخترای ما که درس میخوانین پسران عزیز ما که درس میخوانین ای برای شمایه و بینات من الهدا بینه به معنای دو شاید عادل نیم او معنای اصطلاحیش اشتباه نکنی او یک اصطلاحی فقه این بینات به معنای دقایق آشکار مهم روشن در قرآن مطالب دیگر هم است او هدایت عمومی هم است هدایت خصوصی هم است هر کس به اندازه ببین هر کس به اندازه استعداد خود یک سه تر میگم هر کس به اندازه استعداد و ظرفیت روحی نفسانی خود نفس ناطقه را میگم نه نفس اماره و نفس لوامه را نفس ناطقه انسانی که همو حقیقتشه هر کس به اندازه استعداد نفسانی خود هر کس به اندازه علم خود هر کس به اندازه صفای باطن خود که نفس خود به گناه آلوده نکردی به فسخ و فجور نرفتی اینی ست تا میشه قرآن که میخوانند هر کدوم به اندازه خود استفاده میکنه اینی ظاهرا مراد از الله العالم مراد از بینات و منن و بینات شهر و رم عدن للناس و بینات من الهدا اینمیه ای فرق میکنه از فرد تا فرق فرق میکنه یک نفر درس خوانده روی خود کثیف کرده علم امانت خدای به ای امانت مقدس الهی پابند نبوده نفس اماریش مسلط شده او را منحرف کرده ما در دنیا علمای گمراه کم داریم بوت بوت به قول پاکستانی ها خیلی خیلی داره خدا نجات ده گناه بعد پرستان به توبه نزدیک است خدا نجات دهد از گناه هوشیاران و که حجت تمام میشه بر آل علم حجت تمامه او باز واسیت میکنه او خیلی کارش مشکله عن علم و عمدن معصیت میکنم عن علم و عمدن تجری یک عالم نسبت به یک جاهل در گناه بیشتره عقابش بیشتر میشه ما او رو نمیگم او نفس خالوده کرده چراغش خاموش شده روحانیتش خراب شده ولی استعداد علمی داره علم یاد میگیره در جیزو چی بالا میره مگر برگرد توبه کنم یکی صفای باطن میخوایه که هم دخترای ما هم پسرای ما او چیزی که مهم تقوایه اونو صفای باطن میاره از خود میگم نه ببین یه آیه برو تفسیر کن در تفسیر یک گفتگو هم داره مال اینجا نمیگم و تقوا تقوا پیدا کنین تقوا چیه؟ بجا آوردن واجبات و ترک محرمات و قرآن نگه تقوا داشته باشین اگر خوب و تقوا الله چکار میشه؟ نمیگه شما رو بهشت میبرم خب بهشت که میری ای آیه دیگه چیز میگه یک چیز نو بیان میکنه و تقوا الله و یعلمکم الله
ایلیت نمیگه، اینجا بیان نمیکنه که بگویه فیعلمکم الله، نیه فانیه که بگم ترتب ایلیه، نه هر دو تا عطف بر همه. و اتقوا الله و یعلمکم الله، ولی مناسبت این دو جمله که یکی پس از دیگری آمده میشه که ما ایر از قرآن استفاده کنیم که امی صفای روحی تهارت علی تقوا بگو، تهارت نفسانی بگو، روشنی روحانی بگو، هر چی که میگی این در علم تاثیر داره. خدا علم، تو علم میخوانی، درس میخوانی، یا درس دینی میخوانی، یا علوم تجربی رو میخوانی، یا تکنالوژی رو میخوانی، فناوری رو میخوانی، یا بعضی از اقسام علوم انسانی رو میخوانی، تقوا داری بیشتر میشه، علمت بیشتر میشه، نفست پاکه. آینه که غبار داشت، رو مثل آینه، آینه که غبار داشت عکس خوب جلایش نمیده، اما اگر پاک شد عکس برداری آینه خیلی خوب میشه. و اتقوا الله و یعلمکم الله، استعداد میخواه، زحمت میخواه، تعلم میایه، بعد ای کشفیات میایه. او وقت که صفای باطن داشتی، استعداد داشتی، قرآن میخوانی، مطالعه میکنی، تفسیر دیگه تفسیر میشه. من یک مطلب به شما بگم که از شکل خطابه بیرون شوه. ما اینجا درس میخوانیم، خطابه نیه که آدم سر منبر بیای و بشینم مبالغه کنه. مبالغه رو میدانی؟ دلم دریای خون شد. آه، دل تو دریای خون شده. دنیا رو فدای سرت میکنم، ولی 50 غنیمت جیب به اون نمیده، از دروغ. عرض شود که الان من میخوام ایره بگم که ایره آقای یکیم نقل کرده در عقایق الاصول، شرح کفایت الاصول، او از دو نفر از مراجع بزرگ و دانشمندان بزرگ نقل کرده که یکیش ظاهرا ناینی مرحومه که استاد آقای خویی بود، استاد آقای یکیم بود و استاد دیگرا بود، قبرش در نجف اشرف در سان حضرت امیر ناینی مرحوم. من زیاد اونجا در او اتاق رفتم، گایم پیش شیخ حسین هیلی ما درس خارج اصول میخواندم یا فقه میخواندم. یک ناینی بوده، یک نفر دیگه هم بوده. اینا گفتن ما در ماه رمضان یک شب رفتیم با پیش یکی از مشتهدین، تفصیل قضیه را با نامش بخواین عقایق الاصول نگاه کنین، در بحث مشتقات امی که میگه است قرآن یک تنبیه کفایه داره که میگه القرآن بطن ولی بطنی سبعون بطنا، او عرفار داره در امینجیه در مشتقات. آقای حکیم مرحوم نقل میکنه میگه به ما ناینی گفت، گفت ما با یک نفر دیگر که نامی زوم اونجا نمیشته، اونا مهم نیه، گفت ما رفتم پیش فلانی آقا شب اول رمضان، ششتیم کدام قصد نداشتیم برای زیارت رفتیم. گفت او یک آیه را عنوان کرد برای ما معنا کرد، و یحبب الیکم الایمان و کره الیکم الفسق والعصیان. یک آیه، شاید ما بعضی الفاظ درست نگفتم، یادم نمانده، یا ای در قرآن است، گفت ای را خاند، گفت برای ما معنا کرد. معنا کرد یک معنای تازه که ما تا وقت نشنیده بودیم، نمتوجه شده باشه، تاویل نبوده که تاویل شر بیان کنه، از شکم خود در بیاره، مطابق الفاظ و زوائر قرآن معنا کرد، ولی خیلی معنای خوبی بود، تعجب کردیم. خب الک یک ساعت کمتر بیشتر نشستیم و مرخص شده.
فدا شب شد باز دل ما خواست. این دو نفرم دانشمندای بزرگان، گفت باز رفتم پیش او. بین مشتهدینم از خود مراتب داره، درجات داره. گفت رفتم ببین صفای باطنم فرق میکنه، استعدادم فرق میکنه، مطالعه و زحمتم میخواه، هر سیرم میخواه. گفت شب دیگر رفتم، شب دویوم رمضان. گفت یکمی که اول پرسی و دیگه خلاص شد، گفت بازو شروع کرد، باز امی آیه را خاند، تفسیر کرد، یک تفسیر دیگه غیر از تفسیر اول. تفسیر تفسیر، نه تاویل، نه بیان کردن مصادیق، الفاظت امو الفاظه با امو معنی یک چیز بیان کرد که دیدم مطابق الفاظ آیه بودی، شب چیزی دیگری بود. خیلی تعجب کردم، چیزایی میگه که ما هیچ نمیفهمیم، در حالی که این امیه و بینات من الهدا را خواستم که این حسی برای شما بیان کنم که یعنی چی و بینات من الهدا. گفت مطابق ظاهر قرآن خواند. شب سیوم رفتیم، شب چهارم رفتیم، شب آخر ماه رمضان، چی 29 بوده چی 30، دیگه من نمیدانم که اوما 29 بوده یا 30 بوده. خب شب آخرم رفتیم، 30 شب یا 29 شب امو یک آیه را خواند و هر شب یک معنای عجیب میکرد که ایچ زوایر از الفاظ قرآن به دور نبود، که بگویم تاویلات فکرشه، علم داشته، از علم خود گفته. نه نه نه، اونا به درد نمیخوره، او که از علم خود بگویه او غیر از معنای قرآنه، نظرشه. گفت از قرآن میگفت 30 شب. ببین ببین، من یک چیز دیگر به شما میگم، یعنی این تاییجه که گفتم چیز میگم که خواستم که این معنا کنم و متعالی بیان نکرده بودم، و بینات من الهدا معنا نکرده بودم، معنیش یه که من میفهمیدم و نگفتم. اگر با کس نگوین من راسخ بگم، من متوجه نشده بودم، حالا امروز متوجه شدم. اینم مصداقش که این چیزی نیه که خیالی باشه، دارن کسانی هستن که کارا را میکنن، خیلی چیزا را از قرآن میفهمن که ما و شما نمیفهمیم. ما یک عرف دیگر به دخترای خودم میگم، به شما میگم، به امی درسایی که ما میخانیم مثل اموک مزدورای کاریگر کم ساعت میبینه نگه دیگه ما از کار نمیکنیم، ساعت 4 شد بس، کارمندای دولت ما میتوره، کار داشته باشن یعنی حرکت میکنن میرن. ما همه تو درس میخوانیم، من درس درست نخواندم. از دخترای ما، از پسرای ما، هر کس که یک شو سر اقبالی کتاب مانده او قدر به شوق مطالعه کرده که صدای آزان شنیده، هر کس که از حرکت کنه کی کار کرده. خب پس ما هم چک شوق نداشتیم که او قدر شوق داشته باشیم که سر اقبالی کتاب بگذاریم یک دفعه صدای اذان بشنویم، نکردیم. یک وقت من برای شما حکایت کردم، صاحب کفایه همی کار کرده بود، به صدای اذان شنید یا صدای صاحب کفایه صدای اذانم نشنیده بود. این شوق ببین، این شوق ببین، من گرم مطالعه بوده. یک موقع میگه دیدم تمام بدنم در تاریخش نمیشتن، به درد آمد، تعجب کردم و خستم دستای خود یک قدر کشیدم، تمدد کردم که کمی خستگیم بر و جرن درد میکرد. به می اسنا چشم مفتاد به کلکین، دیدم که آفتاب بلند شده، آفتاب بلند شده. اینایی که به یک جای میرسن، اینایی که در بارش گفته میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، نه یک سبیل، سبیلنا، سبلنا و بینات من الهدا. یم جمع بیناتم، جمع سبلم در این آیه جمع بسته. پس خدا یک را نداره، دو را نداره،
و رحمتش لایتناییه. تو من گرگدا کائل بود و تقصیر صاحب خانه چیست؟ او میمانی کرده، برنج درست کرده، مرغ درست کرده، دا قسم غذارم برای درست کرده، تو را دعوت کرده. وقتی که تو نرویی یا تو نخوری، تقصیر صاحب خانه نیه دیگه. خدا همه چیزه برای ما فراهم کرده، کوشش ما و تو را میخواه. شبا چند ساعت دخترای ما شما میدرسای که در مدرسه میرین درس میخوانین؟ این صحبتایی که با مادر میکنین، با برادر یا با خواهر میکنین، زر میزنین به اصطلاح که بیهوده صحبت میکنین، یا پسرام همی کار میکنین در اتاقای مدرسه یا در خانه، با مادر بچه ها زر میزنن، یعنی پرت و پلا صحبت میکنن، وختلفی میکنن. اینا چی به درد ما میخوره؟ چی وقت شده از طلباز اونا که 5-6 ساعت هم که سر پایین کرده 5 ساعت مطالعه کرده؟ گمان نکنم که کسی جوابی مثبت بده. لذا ما و شما ناکامیم، ما به جای نرسیدیم، جا مانده ایم. خدایی کار کرد و ما ظلمناهم، خدا میگه من بر اینا ستم نکردم، خودشان بر خودشان ستم میکنه. خدا به او قدرت داد، جوانی داد برای اینی که برو فسق و فجور کنه، یا به تکامل خود برو، در راه تکامل حرکت کنه و به کمال برسه. تکامل رفتن به سوی کمال. اینا ما تنازل میکنیم، پایین تر میاییم. او جدا حرفیه، این گناه خود ماه. ما این به این ماه رمضانی که نشستیم، به این رمضانی که ما نشستیم، من میخواستم احادیث بخانم، نشد. ما که به این رمضان نشستیم، از دست ندیم، یک کمی به خدا رجوع کنیم، اول توبه کنیم، نفس خود پاک کنیم. ما به طلبام دیروز بود، پریروز بود در مسجد گفتم، الان میگم باز تکرار میکنم برای دخترای عزیزم، دباری اول، برای پسرای عزیزم دوم، که در این ماه رمضان باید کوشش کنیم که خود عادل درست کنیم، یعنی او قدر از گناهان خود دور شیم، از غیبت، از دروغ، از فوش، از اتهام، از گناهان دیگر، مال مردم خوری، نجس خوردن، تطهیر نکردن، بدگمانی به مؤمنین که حرامه، از اینا خود دور کنیم. من نمیگم شراب نخوریم، به خانه ما و شما شراب پیدا نمیشه، خدا را شکر. او گناهان کبیره در خانه شما نیه، خداوند شما را حفظ کرده از او گناهان کبیره. همین دیگرارم نکنیم، این عادت کنیم. ملکه عادت کرده، به زبان عامیانه عادت کردن بر ترک حرام و به جا آوردن واجبات. این عادت در اصطلاح علمی ملکه میگه، که انسان ملکه پیدا کنه بر ترک گناهان کبیره و صغیره و بر بجا آوردن واجبات. اینم یک ملکه، اینم یک عدالت. صفای باطن پیدا کنیم، اندرون از طعام خالی، در روز که اندرون روزدارا از طعام خالیه، سادی میگه، میگه اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی. راست میگه، راست میگه. همه تو که ما روزه میگیریم از خوردن و آشامیدن و امثال اینا، باید روزه بگیریم از تمام ترک واجبات، روزه بگیریم که ترک نکنیم، و از بجا آوردن محرمات روزه بگیریم که ترک کنیم. ای روزه خواصه. روزه سه قسمه، روزه از امی مفترا، ای روزه عامه، روزه خاص، از که ترک، که از واجبات و از ترک، از ترک محرمات روزه بگیری، نه واجب ترک کنی نه حرام بجا بری. یکی هم روزه خاص خواصه نیست، در لوح دلم یم مرد روزه سیومه. ما که ندارم، خدا کنه بین شما و بین دخترای ما باشه، نیست بل لوح دلم جز الف اقامت یار. چی کنم حرف دیگر یاد نداد استادم،
سایه توبه و دلجویی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم. اینی روزه اخص خواسه، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. ها و بینات من الهدى. اگر ای کار در ماه امیر ماه رمضان کرده مزمی امروز که اول دیگه اوائل شیه همی که بین را میری میعیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله هو الله اکبر، بین را میری میعیم یا حی یا قیوم، خود دیگه موازه بش خراب نکو که فکرش به جای دیگه ببوری. این خود تمرکز فکری اولین مقدمی تکامل ماه که تمرکز فکری پیدا کنن. مثل ما اوش پرک نباشن که اوش شما بپره و غفلت کنه. شما جوانین، ذکر بگوین، خصوصا نمی تسبیحات یار باره، بین را میرین بیاین، بین ماشین نشستین، به خانه این ظرفاره میشورین، با طلبا بازار میرین، یک چیزی برای خود میخرن، تسبیحات یار باره میخانن. این نمازای نافله رم بخانن ماه رمضانه، خیلی مفیده. این درمی ما دیگه اگر ای کار کردین و مطالعه هم کردین وقت می فهمین که بیناتون من الهدا چیه. این نمیشه که ایره خودت درک میکنی، شاید نتوانی به ما ثابت کنی، ولی خودت درک میکنی. علم آن است که در سینه بود، آنچه در سینه بود در سینه بود و از درس خارجه. بشوی اوراق گر ام در سمایی، این شاعر میگه، عارف میگه بشوی اوراق کتاب مرا بشور، این سیاره پس کو، اینا به درد نمیخوره، اینا علم رسمیه، علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه هزو کیفیتی حاصل نهال. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تبلیس ابلیس لعین. خب می چیه؟ نیک بشوی اوراق گر ام درس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. ای از دفتر بیروه، ای رسمی نیه، ای با دلت نور داخل میشه، در قلب باطن خود، در عمق جان خود درک میکنی. آیر دیگه قصه میفهمی، بارامی مطالعه و تفسیر قرآن. آدم بعضی اوقات آیات قرآن و بینات من الهدا، بعضی اوقات چیزایی میفهمه که نمیتوانه خودش ایر به زبان بیاره، نه از قالب زبان خارجه، این از قالب لغت خارجه، ولی تا عمق جان به تو تاثیر میکنه. تا عمق جان برایت یقین میاره. فعبد ربک حتی یعطیک الیقین، با او یقین میرسی. اوج معرفت، کمال بندگی در بود عقل، در بود اعتقاد، حتی یعطیک الیقین. خدای تبارک و تعالی به فضل و کرم خودش، به عظمت خودش، به این ماه رمضان، به حق پیغمبر اکرم و آل و بیتش، این مرحله را در امی ما ام به شما بده، ام به دخترای ما و ام به ای حقیر از برکت شما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.